الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که وقت خوبی رو داشته باشید و باز هم لحظاتی رو بتونیم با هم در راستای فهم دقیقتر و بهتر اسماء الهی و صفات پروردگار متعال سپری کنیم. نام ها و صفات رب ذوالجلال در حقیقت مهمترین و بنیادی ترین اموری هست که ما باید در یادگیری و فهم و درک اون سعی و تلاش رو داشته باشیم. شناخت رب ذوالجلال و الله یکتا در ضمن مفاهیم و آموزه‌های دینی مهمترین نکته‌ای هست که در وحی الهی بهش تأکید شده. قرآن کریم رو وقتی که ما ورق بزنیم و نگاهی گذرا داشته باشیم خواهیم دید که بیشتر آیات یا خاتمش یا کل آیه مرتبط هست با معرفی رب ذوالجلال، مستری که این کتاب از اون نشأت گرفته و تا اینکه حیثیت و مقام و جایگاه کتاب معرفی بشه، تا زمانی که مستر این کتاب رو که الله ذوالجلال هست به درستی نشناسیم و مقام او رو مد نظر قرار ندیم به طور طبیعی، حیثیت و جایگاه کتاب هم برامون اون موقعیت شایسته و بایسته رو پیدا نمی کنه. نام و صفتی که در این برنامه مد نظرمون هست که شاید یکی دیگر از صفات جامع و شاملی باشه که ما در این برنامه ها داریم بهش می پردازیم، صفتی هست که در قرآن به طور وصفی یا به طور تفصیلی یا تشریحی بهتر بگیم، تعبیری دقیق ترش اینه که بگیم به صورت تشریحی در قرآن کریم اومده ولی به صورت لفظی به پروردگار متعال نسبت داده نشده. از اونجایی که در کتاب در سنت نبوی و در روایت صحیح این لفظ یا این واژه به الله متعال نسبت داده شده و مفهوم و معنای تفصیلی و تفسیری این واژه رو هم ما در قرآن کریم با وضوح و در آیات متعدد مشاهده میکنیم، در نتیجه نسبت دادن این نام به الله متعال و این صفت به پروردگار ذوالجلال وجه شرعی داره. اون صفت و نام هست الوتر. وتر رو ما باش آشنا هستیم، نماز وتر رو هممون الحمدلله میخونیم و به عنوان آخرین نماز در شب اون رو قلمداد میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اجعلوا آخر صلاتکم باللیل الوتر، آخر نماز خودتون رو در شب نماز وتر بذارید. و در موقعی که در نماز شب یا نماز قیام اللیل یا در تعبیر دیگری نماز تراویح وقتی که با جماعت خونده میشه، آخرین نمازی که میخونیم وتر است. وتر میدونیم که به نمازی اطلاق میشه که در مقابل شفع یا جفت قرار بگیره، یعنی به جایی که رکعاتش دوتایی باشه رکعاتش تک هست، یعنی یک رکعت هست یا سه رکعت هست یا پنج رکعت هست، هر عددی که به طور فرد قرار بگیره در مقابل عدد زوج هست که در عربی به این به فرد میگن، همون واژه وتر یا وتر رو اطلاق میکنند. در سوره والفجر هم با این واژه ما به طور متقابل برخورد میکنیم که و شفع والوتر هم واژه شفع که زوج هست رو میاره و هم وتر رو که فرد هست رو میاره که در تفسیرش باز بحث مستقلی هست که به چه مستاقش یا تفسیرش چی هست. برمیگردیم به این نام الهی یا صفتی که به الله متعال نسبت داده شده، ببینیم که در کجا و چطوری در چه سیاقی این وصف یا این صفت به الله متعال نسبت داده شده.
روایتی هست از در ضمن کتب حدیثی ما که ائمه حدیث این روایت رو آوردن و به همین صورت مورد تأیید و تصحیح ائمه حدیث از جمله امام بخاری در کتاب صحیحش آورده قرار گرفته، این هست که لله 99 اسما 100 الا واحدا لا يحفظها احد الا دخل الجنه وهو وتر يحب الوتر. امام بخاری و امام مسلم و امام ترمذی و از حضرت ابو هریره رضی الله عنه و به همین صورت این روایت از حضرت عبدالله ابن عباس هم میاد و حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه هم شبیه به این الفاظ ثابت است. این روایت جزء روایت هایی هست که به طور تأکید بر صحت اون اهل علم قائل هستند. لله 99 اسما، الله متعال 99 نام داره، 100 تا مگر یکی، لا يحفظها احد الا دخل الجنه، هیچ کسی این نام ها رو نگه نمی داره، حفظ نمی کنه مگر اینکه داخل جنت بره. هو و هو وترون، اون تک هست، فرد هست و فرد رو، فرد بودن رو دوست داره. اگر ما توقفی داشته باشیم در قبال همین حدیث، شاید برامون نام و صفت پروردگار متعال که در ضمن این حدیث اومده مصداق و مفهومش روشن بشه. ما در ارتباط با 99 نام پروردگار متعال در اولین برنامه هایی که در این سلسله برنامه ها تقدیم حضورتون شد مفصلا صحبت کردیم و بحث مفصلی داشتیم بر این که آیا این 99 اسمی که در این حدیث اومده آیا به معنای دقیق همون عددش هست یا کثرتش رو میرسونه یا عددی هست که به ما ابلاغ شده از اسمای الهی و بخشی هم از این از اسمایی که بر الله متعال شایستش هست، شایسته رب ذوالجلال هست، اون اسمها در برخی از این اسمها به ما نرسیده که اون چی که رسیده یا اون چی به ما ابلاغ شده همون 99 هست. به هر حال ما در این ارتباط دیدگاه های مختلف اهل علم رو هم آوردیم و گفتیم که 99 اسم اگرچه تأکید بر عدد در ضمن روایت وجود داره ولی با توجه به موارد متعددی که نام های پروردگار متعال در ضمن اون موارد اومده از 99 اسم بیشتر هست و علاوه بر اون در ضمن حدیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ارتباط با دعای حزن یا رفع بلا و مشکلات آموزش دادن، در اونجا در ضمن اون دعا میاد که اسألک بکل اسم هو لک سمیته به نفسک، از تو تقاضا میکنم و متوسل میشم به هر اسمی که تو با اون اسم خودت رو وصف کردی، خودت رو با اون اسم معرفی کردی. در واقع اسم در عربی به معنای معرف هست، اون چیزی که موجود رو تعریف میکنه یا معرفی میکنه. در ما در مواردی که در کاربرد اسم رو در ضمن سخن روزمره داریم، در مواردی عموما معرفی شخصیتی با اسم صورت میگیره ولی خود اسم لازم نیست که معنادار باشه، ولی در ارتباط با الله متعال ذات اسم هست که معرف هست، نه اینکه یعنی معنا و مفهوم اسم که هست که معرف هست، نه لفظ اسم هست. در عرف کاربرد اسم در بین جوامع انسانی خود کاربرد اسم هست که یعنی لفظ اسم هست که معرف انسان هست یا موجود هست.
در نتیجه حتی معنا هم لزومی نداره که مد نظر قرار گرفته بشه یا نشه. خود لفظ هست که جداساز هست، فردی که با این اسم هست یا با این لفظ صدا میشه با مسما یا نام فرد دیگری که با لفظ دیگر هست از اون جدا میشه. جداساز بودنش در اللفظ و در ظاهر الفاظ صورت میگیره، اما در ارتباط با الله ذوالجلال لفظ یا خود کلمه نیست که در حقیقت بیانگر یا معرف پروردگار متعال هست، بلکه معنا و مفهومی که کلمه در حامل هست اون هست که معرف پروردگار متعال هست. به همین صورت در قرآن کریم هم هر جایی که اسم اومده در حقیقت معرف شدن معنوی رو میگه. اسمه احمد یعنی اون چی که معرفش هست احمد هست، یعنی ستوده شده. پیامبر صلی الله علیه و آله اسمشون محمد بود، ولی احمد در واقع یعنی کسی که ستایش شده ترین فرد در جامعه باشه، این صفت هست که به عنوان اسم یا معرف در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن کریم یادآور شده که در کتب ما قبل از جمله انجیل به این صورت اومده. در کل برمیگردیم به 99 اسمی که معرف پروردگار متعال یا شناسه برای رب ذوالجلال در اذهان مؤمن یا اهل ایمان باید باشه، که به هر حال این عددی هست که کثرت رو میرسونه و حصر رو در بر نداره، اگرچه شاید اون چه که باعث جنت وارد شدن یا سعادت و خوشبختی رو حاصل کردن بشه اون 99 اسم باشه، ولی مهم اینجاست که تعدادی وجود داره و اون تعداد در حد 99 برامون ابلاغ شده هست، که اون تعداد یا اون نام ها رو اون کسی که محافظش باشه یحفظها دخل الجنه، داخل جنت میده. در روایت دیگه میگه من احصاها، بازم به معنای احصا به معنای همون عدد رو در مراقب بودن هست، اون عدد رو حفظ کردن هست. الان عدد رو حفظ کردن آیا به معنای الفاظ هست یا حفاظت مراعات کردن هست، یا اینکه معانی و مفاهیم اونها رو در زندگی روزمره مورد عمل قرار دادن هست؟ در حقیقت باید بگیم که همه اینها هست. اون کسی که حفظ لفظی هم میکنه برکت داره، چون اسماء الهی هست. اگرچه شاید کمال مطلوب رو حاصل نکرده باشه، ولی اسماء الله متعال هست. اون کسی که این نام ها و این شناسه ها رو یا این الفاظ معرف پروردگار رو مد نظر قرار بده، معنا و مفهومش رو در ذهنش خودش تداعی بکنه، خب به طور طبیعی بر اساس اون مفاهیم و معانی تصور و اندیشه و فکرش شکل میگیره. حفظ معنا هست، مفهوم هست، تصور هست، در نتیجه اندیشه هست. طبیعی هست که هر اندیشه و عقیده پاک و سالم مقدمات سعادت و خوشبختی و دخول جنت رو باعث میشه. سومی موردی که در این ارتباط باز هم میتونه مستاق و به همین صورت معنا و مفهوم حفاظت یا حفظ رو در برداشته باشه اینه که این مفاهیم و معانی رو مد نظر قرار بده. نگهداری در ذهن بخشی هست، نگهداری در فکر و اندیشه بخشی است، و مراقب بودن در عمل یا مد نظر قرار دادن در عمل خب بحث دوم هست. وقتی که من الله رو کریم میدونم و اعتقاد دارم، بعد در اساس کرم او امیدوار هستم به او، خب تأثیر در زندگی و سلوک من داره. وقتی که رب ذوالجلال رو رحیم میدونم،
خب طبیعی هست که به رحمت او دل بستن و به رحمت او بر مبنای رحمت او و به دست آوردن رحمت او سعی و تلاش کردن. این رحمت الله قریب و من المحسنین، برای رحمت او، حاصل کردن رحمت او، نیکی پیش گرفتن خود به خود طبیعی هست که سبب سعادت و خوشبختی به دخول در جنت میشه. به همین صورت وقتی که الله متعال رو ولی میدونم، مولای خودم میدونم، حفیظ میدونم، خب طبیعی هست که به این اساس به او التجا و پناه میبرم و از او پناه میخوام. وقتی که او رو ملک و مالک میدونم و اون رو مدن از این معنا و مفهوم رو مدن نظر دارم، خود به خود از او میخوام. غیر از او هیچ موجودی رو صالح و شایسته حاجت روایی و طرح نیاز نمیبینم. وقتی که اون رو شدید العقاب یا سریع الحساب میدونم، خب طبیعی هست که مراقب اعمال خودم هستم. وقتی حفاظت بکنم این صفات پروردگار متعال، مراقبش باشم، در نظر بگیرم در زندگی عملی خودم، طبیعی هست که رفتار و زندگی من بر اساس تفکر و اندیشه سمت و سوی دقیق و معینی رو پیش خواهد گرفت. و مطلب چهارمی که حفاظت نامهای الهی میتونه داشته باشه این هست که الله متعال اسماء الحسنا داره، اسماء نیک داره. این اسماء نیک و نیک بودنش، خوب بودنش به طور فطری در ما هم نهاده شده است. الله متعال بخشنده است، بخشندگی رو دوست داره. الله متعال مهربان است، مهربانی رو دوست داره. الله متعال حاجت روا است، برطرف کردن حاجت دیگران رو دوست داره. دست مستمندان رو گرفتن رو دوست داره. این صفات رو حفظ کردن در خور خودمون، در خور شأن خلق مخلوق، اون چیزی که میتونیم، هر طبیعی هست که صفات، این صفات وقتی به الله نسبت میدیم در خور شأن رب ذوالجلال هست. و وقتی که ما میخوایم این صفات نیکو رو به دست بیاریم یا حاصل کنیم یا در خودمون ایجاد کنیم، خب طبیعی هست که در خور توان و توان بشری انسان هست. اون کسی که مراقب باشه، نگه دارنده این صفات باشه در خودش، ایجاد کننده این صفات باشه، تربیت دهنده این صفات در خودش باشه، میتونه داخل جنت. اینم یکی از معانی هست. در نتیجه وقتی که ما میگیم من حفظها، ما حفظها احد الا داخل الجنه، این جزء جوامع کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم، جوامع ترین جمله هایی هست که ما میتونیم سراغ داشته باشیم در ضمن کلام بشر که کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. این هست که حفظ کردن، حفاظت کردن این نام ها هم در الفاظ هست، هم در معنا و مفهوم و نگهداری صحیح تصور انسان در ارتباط با الله هست، هم مد نظر قرار دادن اونها در رفتار یا در ارتباط با الله هست، در رابطه ما با الله هست، و هم ایجاد کردن این صفات نیکو در خود انسان هست. مگر صفات خاصی که مخصوص به الله متعال هست، اون بحث جدایی هست که ما تمارش رو نداریم. اون اختصاص به الله متعال هست داره، شایستگیش رو اصلا نداریم. متکبر، الله متعال کبریا مال او هست، عظمت مال او هست. نه نباید سر عظمت نعوذ بالله بلند کنیم و نه هم تکبر داشته باشیم. این صفت مال او هست، احدیت مال او هست، او احد هست، صمد هست. هممون نیازمند هستیم، هممون وابسته به غیر هستیم. ولی وقتی که میایم روی این صفت
و هو وتر یحب الوتر. جالب هست در اینجا یه مطلبی پیش میاد که قابل تأمل هست. شبیه این الفاظ ما داریم قبلا بهش پرداختیم، پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که ان الله جواد یحب الجود، الله تعالی جواد هست، بخشنده و مهربان هست، شون به بخشنده ای رو دوست داره. عفوون یحب العفو، بخشنده است، بخشندگی رو دوست داره. یعنی شما هم در خودتون اینو ایجاد کنید. در وتر بودن، اگر ما معنای وتر بودن رو تک بودن، منفرد بودن، نسبی تعلق کنیم، نه مطلق، نسبی تعریف کنیم، در ارتباط با مخلوق نسبی تعریف کنیم، چیزی زیبنده ای هست. هر انسانی دوست داره که در عمل خودش، در موقعیت خودش رتبه اول رو بگیره. همه دوست دارن اول بشن. و اون کسی که اول میشه خب مقام و جایگاه خاصی رو داره. چی میخواد در نیکوکاری باشه، چی میخواد در علم و دانش باشه، چی میخواد در پیشگامی یا پیشی جستن در فعالیت‌های اجتماعی باشه، و حتی در مقام و در موقعیت‌های حتی اداری و حتی در مسائل مالی هم این موضوع وجود داره در طبیعت انسان. ولی خب هر چیزی جای خودشو داره، ارزش خودشو داره. مهم اینه که ما چیزی رو به نام وتر بودن میتونیم نسبی در ارتباط با انسان داشته باشیم و ستایش شده هم هست، ولی وتر مطلق الله متعال است، مطلقا وتر است. یعنی به هیچ عنوان چیزی به نام زوج دو براش وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه. ما اتخذ الله من ولده و ما کان معه من اله و ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا، نه همسر گرفته، نه فرزند گرفته و نه فرزند داره. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وتر مطلق. این مفاهیم در واقع همشون در ارتباط با الله متعال وقتی ما طرح میکنیم، وتر بودن رو در حقیقت یکتایی اون رو در نظر داریم. یکتایی الله متعال امری هست که در تمام اسماء و صفات رب ذوالجلال باید مد نظر قرار گرفته بشه. در ارتباط با انسان گفتیم نسبی هست، یه انسان تک هست، در یک مهارت، در یک فن، در یک هنر، در یک زمینه معین به طور نسبی، ولی در هر زمینه نمیتونه تک باشه. شما میتونی بگی تک مهندسی که در این شهر این کار رو میتونه انجام بده، ولی در هر زمینه پزشک باز در یک زمینه معینی هست، کار مهندسی با کار پزشکی متفاوت هست، و در هر عرصه‌ای از عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های هنری، وقتی که به الله متعال ما این نسبت رو یا این صفت رو نسبت میدیم و میگیم الله متعال وتر هست، در واقع هم در ذاتش، هم در صفاتش، هم در افعالش مطلقا میگیم یکتای احدی هست که به هیچ عنوان همتایی رو براش نمیتونیم تصور کنیم. دومی زوجی نمیتونه به هیچ عنوان در هیچ شرایطی براش تصور بشه، چه به صورت حقیقی که خیلی ها معتقد هستن. قبل از اسلام یکی از افکار اندیشه‌هایی که در کشورمون وجود داشت همین بود که گفتن آفریدگار خیر و شر دو تا موجود مختلف هستند.
سنویت یا دوگانه پرستی، خدای تاریکی و روشنی، خب به طور مستقل تصور بود. لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد. میتونه این به صورت تعویلی و توجیهی باشه. خیلی از آیات عظام میگن که ما شرک رو در عرض میدونیم، در طول نمیدونیم. یعنی وقتی در امتداد الوهیت الله قرار گرفت شرکی وجود نداره، در صورتی که اصلا شرک یعنی همین. آیت الله حسن نمیدونه که اصلا کل قرآن شرکی که داره طرح میکنه همین شرک هست. شرکی هست که میگن که ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. ما اون چیزی که از مراسم عبادی براشون انجام میدیم، ما این کار نمی کنیم، مگر توسل بینا می کنیم اینا ما رو به الله نزدیک بکنن. حالا چی میخواد ذبحی باشه براشون، چی میخواد نمیدونم زیارتی باشه که از کیلومترها صدها هزاران کیلومتر حتی پای پیاده برن که میخوان قرب و نزدیکی حاصل کنن، توافی بکنن، بوسه ای بزنن، سجده ای کنن، رکوعی کنن، تبرکی کنن و از این نمونه ها. همه اینها فقط در راستای قرب اونها است که اونها به حساب خودشون این عمل کرده اونها باعث قرب به اون خلائق مرده بشه و اونها رو در درگاه الهی بتونن واسطه ای بشن. اصلا شرک همین هست. چرا اونها چطوری واسطه بشن؟ چون همه چیز در اختیار اونا هست، چون الله به اونا سپرده طوری که تصورشون هست. میگن اونها بهشون ولایت داده، جانشین هستن، خلیفت الله هستن، دنیا در اداره و مدیریت اونها هست. از اونا ما میخواییم، از اونا شفا میخواییم، از اونا برکت میخواییم، از اونا حاجت میطلبیم. این تأمینی که ما به اونا متوسل میشیم که اونها به الله نمیدونم عرض نیازمون بکنن، این تأمینشون تأمین کاملا متعارض با تفکر و اندیشه هست. اصلا نیازی این تعویل ندارن، چون در فکر و اندیشه اساسا این وجود داره که اینا ولایت تکوینی بر جهان آفرینش دارن، جانشین خدا هستن. نیازی نیست، وقتی جانشین هستن از خودشون بخوای، هیچ قباحتی هم نداره، چون تصورتون همین هست، واقعیت هم همین هست. ولی وقتی که در بحث و نقاش قرار میگیرید در مقابل آیات نمیتونید جواب بدید، اونجاست که میاد توجیه و تأویلات مشرکین رو مطرح میکنید که ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. اما در واقعیت پس پرده در نهان اعتقادتون این هست. صریحا آقای خمینی اینو میگه، صریحا در کتاب حکومت اسلامی خودش که خودش رو خدا کرده در اون کتاب بلایت فقیه که متاسفانه ایجاد کرد و ایران رو در دیکتاتوری مذهبی غرق کرد، این جمله رو صریحا میاره که ائمه ما ولایت تکوینی بر جهان دارن که تمام ذرات کون زیر نظر اونها هست. ائمه ما مقامی دارن که نه ملک مقربی بهش میرسه نه نبی مرسلی. اعتقاد هست، فقط اعتقادشون نیست، اعتقاد تمام افرادی که با ایشون هم مسلک و هم مسیر هست اینه. در نتیجه خواستن حتی از مهدی که وجود خارجی نداره و به همین صورت استغاثه و استعانه کردن، تبرک جستن، شفا خواستن طبیعی هست. بعد از این اعتقاد طبیعی هست، نیازی به این تأویل هم نداره که اینا خودشون رو به زحمت بندازن آیات رو قطع برش بدن و نمیدونم وسیله رو به عنوان توجیه مطرح بکنن و از این نمونه ها. اصل موضوع این هست که ما الله متعال رو وقتی که به عنوان وتر معرفی میکنیم، یکتای بی همتایی که در هیچ زمینه ای، نه در ذات خودش، نه در صفات خودش، زوجی، مشابهی، مثالی نداره. فرقی بین واحد، احد و وتر هست هم فرق دقیقیه. انشاءالله این فرق رو با نگاهی که به آیات مرتبط با مفهوم این نام الهی هست انشاءالله بعد از میان برنامه که خواهیم دید با هم بررسی خواهیم کرد. میان برنامه اینی برمیگردیم.
جهان را نور قرآن روشنایی است، فروغش تا قیامت جاودانی است. شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانی. خدا خود حافظش هست تا قیامت، بری از ساخت و تحریف زمانیست. بخوان قرآن که جانت زنده گردد، که قرآن بیش ز آب جهان را نور قرآن روشنایی است، فروغش تا قیامت جاودانی است. شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانی. به قرب فیض انوارش بیاسا، که دور بودن ز قرآن خود تباهیست. تو را یار و قرین است در دو عالم، فراموشی ز یار سخت بی وفاییست. جهان را نور قرآن روشنایی است، فروغش تا قیامت جاودانی است. شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانی. بسوز ای دل تو هم در عشق قرآن، که کار عاشقان از خود فناییست. بسوز ای دل تو هم در عشق قرآن، که کار عاشقان از خود فناییست. جهان را نور قرآن روشناییست، فروغش تا قیامت جاودانیست. شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانیست. که این گنج سعادت آسمانیست. بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اسماء الله الحسنا. آخرین نامه‌های پروردگار متعال که در واقع با اولین نامه‌هایی که ما ذکر کردیم مرتبط هست، گفتیم نامی هست که به طور لفظی در قرآن کریم و الله متعال نسبت نداده شده، ولی به طور وصفی و تشریحی در آیات متعدد قرآن کریم اومده. مرتبط هست با محوری ترین و بنیادی ترین صفت پروردگار متعال و اون یکتایی او هست. و گفتیم که صفت یکتایی پروردگار متعال در قرآن کریم علاوه بر این که به صورت مفصل و تفصیل و تشریح
در آیات متعدد در موارد مختلفی برش تأکید شده، الفاظ معینی هم در این باب وصف کننده این ذات یکتای ذوالجلال است. گفتیم که صفت واحد، صفت احد و به دنباله اون سومین صفت، صفت وتر، هر سه اینها بیانگر یکتایی و توحید الله متعال در ذات و صفات و افعال است. فرقی که بین احد و واحد وجود داره رو ما قبلا گفتیم که احد نفی مطلق تمثیل رو میکنه، تشبیه رو میکنه. احد نفس نفی مطلق رو میکنه در این که هیچ موجودی با شباهت داشته باشه. قل هو الله احد، یکتاست، هیچ گونه شبیهی نداره. ولم یکن له کفوا احد، قل هو الله احد، لم یکن له کفوا احد. ابتدا و خاتمه در واقع دو وجه یک سکه رو برامون در بر داره. لم یکن له کفوا احد، هیچ موجودی شبیه به او نیست و او احد هست، یکتا هست. اما واحد نفی تمثیل هست، مثال هست، مثلش. یکتای ذات او هست. در عربی وقتی میگیم واحد، به دنبالش عددهای مختلف میاد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، به همین صورت. تعدد مثل میاد و ما وقتی عدد رو برای هر چیزی به کار میگیریم، وقتی که تعداد مطرح هست یعنی مثل هم دیگه هست، یک، دو، سه، چهار، یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر. وقتی که ما الله متعال رو به عنوان واحد وصف میکنیم یعنی اثنانی وجود نداره، یعنی ثلاثه ای نیست، اربعه نیست، یعنی واحد هست، عددی در پی خودش نداره. اما صفت سومی که ما به الله متعال نسبت میدیم، در سنت گفتیم اومده که ان الله وتر یحب الوتر، الله متعال وتر است، فرد است، این در مقابل زوج بودن یا دو بودن است. گفتیم که بیننده پشت خط هستن، صداشون رو میشنویم، بعد از این ادامه مطلب خواهیم داد. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. خوبه؟ سلامت باشید، ممنون. بفرمایید. سوالی داشتم از مدیرتون. آیا میتونم؟ بفرمایید. سلامتون بفرمایید. آه، ببخشید. اگر به همه امامت در شیعه سوالی داشتم، بفرمایید. بعد گفتن به نظر ما یه مسئله اتفاق افتاده هزار و چندی سال، بعد ادنی هنوزم با چنگ و دندان دنبالشن، درسته کتابی به دلایلی براشون نیست، اما من که بین مردمم و چیزایی که میدونم، چیزایی که هم آوری کردم، کاری هم به آخوندان ندارم که بگم. بعد یه روزی بکردن
در دنیایی که ما الان زندگی میکنیم جواب مسئله داده شده. فرض بفرماین اگر پدر و پسری باشن مثلا با دی این ایشون آیا میشه مشخص کنن بعد از مرگ مسئله را یا نه؟ دنیا که الان پیش رفت کرده و هیچ مشکلی هم نیست. بهاییت روی مسئله گفته که آقا روی مسئله رسیده که قرار بوده امام شیعه مثلا عمر طولانی داشته باشه، ولی کن دوری شده که بهاییت میگه نه آقا حکومت وقت امام زمان کشته، یعنی این به مردم مشهدن. بعد بهاییت مسئله را با مسلمانان الان اختلاف داشتن، برای که پیغمبر فرموده امام زمان یه غیبت کوچیکی داره و یه طولانی. حالا اگه مردم در گذاشتن نه پیغمبر مقصره و نه دیگران، این دیگه امروز جواب داده شده. اگه رو به این مسئله رو بشه شما ضرر نمی کنین که همیشه این مسئله می کوبه؟ بسیار خوب، سوالم همین بود. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر از تماستون. تردیدی نیست که روزی اگر این مسئله رو بشه، خب تردیدی نیست که رو شد، خب اگر فرضاً این چنین چیزی وجود داشته یا به وقوع به پیونده، خب وظیفه ما هست که در هر لحظه برامون حقیقتی روشن بشه اون رو بپذیریم. ولی من مکلف نیستم به اون چیزی که برام ثابت نیست من بهش مقید بشم و الله متعال از من نمیپرسه. ولی سوال اینجاست، فرض کنید که 1 میلیارد مسلمان در ارتباط با یک حقیقتی که اتفاق افتاده یا پیامبر گفتند غافل موندن یا در ارتباط با اون علم صحیح رو حاصل نکردند و روزی هم ظاهر شد و اونها بالاخره باید بپذیرن، خواهند پذیرفت انشالله. ولی سوال اینجاست که چطوری ما این چنین فردی که به این صورت مجهول هست رو حجت الله بدونیم؟ یعنی حجت بودنش کجاست؟ این سوال من هست. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام و رحمت الله، بفرمایید. شما باشه ببخشید، من در رابطه با عالم زر اگر شما تفسیریش که در قرآن کریم اومده اگر لطف بفرمایید توضیح بدین ممنون میشم. متوجه نشدم، عالمه؟ خیلی ممنون. زر دالزال زر. بله بله متوجه شدم، بسیار زر دالزال. بله زر. بله بله بسیار سوال. اگر تفسیری هست لطف بفرمایید خیلی ممنون میشم. ممنون میشم، بسیار. بله در ارتباط با سوال اول گفتم که سوال ما اینجاست که فرضاً اگر اون چیزی که شما فرمودید درست بشه، یعنی روزی با دی ان ای ثابت بشه که بله اون چیزی که مدعی بودن همین هست که وجود داره، خب موقع ما وظیفه‌مون هست که بپذیریم و قصه تموم میشه داستان و مکلف هم نیستیم که الان که چیزی رو نمیدونیم ما اون رو بپذیریم. هیچ انسانی بر اساس اون چیزی که نمیدونه سوال نمیشه، در اساس اون چیزی که میدونه سوال میشه. ولی سوال باز اینجاز میمونه که ما چطوری ما اون رو به عنوان حجت بدونیم، حجت الله بدونیم ولی هیچ دلیلی براش نداشته باشیم. چرا این صفت رو ما بهش نسبت بدیم؟ پس چیزی به نام حجت وجود نداره. چرا با دی ان ای ثابت بشه؟ چرا با دلیل ساده ای که هر انسانی بتونه تشخیص بده مثل قرآن که کلام الهی هست، خودش معرف خودش هست، چرا ثابت نشه؟
سلام میگم، بفرمایید. الو سلام بر شما، بفرمایید. بفرمایید، صداتون دارم. بفرمایید، صداتون رو دارم، تو استودیو هستیم، بفرمایید. لعنت بر عایشه. بسیار خوب، شما با لعنتی که کردید و با این لفظ بسیار زشتی که برای زن پیامبر، همسر پیامبر به کار بردید، آیا معرف مذهب و فکر و اندیشه خودتون بودید؟ متاسفم. به هر حال حتی غیر مسلمان هم اینو نمیگن و این بی‌ادبی رو در قبال مخالف خودشون ندارند. اون سلمان رشدی که امامتون حکم قتلش رو صادر کرد، با این الفاظ ام المؤمنین رو خطاب نکرده بود. همون سلمان رشدی که براش اینقدر تبلیغات کردید، اینقدر دنیا رو دور خودتون جمع کردید. و بگم که دشمن ترین دشمنانی که امروز بر علیه اسلام و مسلمان ها می نویسن یا حتی سعی و تلاش می کنن که دین رو به هر نحوی شده بدنام کنن، با این قباحت و با این جرأت و با این اخلاق زشت هیچگاه داخل صحنه نمیان. ولی خب چاره ندارید، من شما رو بیچاره میدونم. چرا بیچاره؟ به خاطر اینکه وقتی که حجت کم میاد، دلیل کم میاد، خب در نتیجه ناچار باید با سب و دشنام بیای داخل میدون. و همه اینها مقام و منزله اونها رو بالا میبره، پایین نمیاره. مذهبتون متاسفانه این رو به شما آموزش داده. ما هم متاسفیم از معلمینی که شما رو اینطور تربیت کردند. براتون تقاضای و دعای هدایت میکنیم. آخرین تماس، بفرمایید. سلام بر شما. سلام بر شما، بفرمایید. بفرمایید. برحال باز هم ترجمه اول رو دوم کرد و ما هم میذاریم این رو برای انسان‌های منصف و عاقلی که کم نیستند و روز به روز هم با عقل و خردی که دارند حقیقت رو انتخاب میکنند و مسیر خودشون رو عوض میکنند. بله، چون فرصت کم هست در واقع و موضوعمون هم موضوع مهمی هست در ارتباط با صفتی که جامع همه صفات پروردگار هست، یکتایی الله متعال هست. در نتیجه بذاری تا مطلب خودمون رو به طور اون مقداری که لازم هست رو برسونیم. میمونه سوال بیننده عزیزی که در ارتباط با عالم زر پرسید. اگر فرصت شد که جواب دادم انشاءالله بهتر، اگر نشد حتی کتاب معینی رو در ذهن ندارم که بهتون معرفی کنم و در ارتباط با تفصیل این جواب هم در برنامه، در آخر برنامه اگر تونستن جواب بیدم، و اگر هم موند در برنامه آینده انشاءالله جواب مفصل رو در ارتباط با این سوال خواهیم داد، چون موضوعمون ناتمام مونده و خواستم این موضوع رو در این برنامه به پایان برسونیم. بحث یکتایی الله متعال و تعبیرش با واژه وتر بود. ان الله وتر یحب الوتر، الله متعال وتر است، یکتا هست، فرد است. گفتیم که
فرد بودن رب ذوالجلال منحصر به فرد بودن الله متعال در سه زمینه تأکید شده است، تعریف شده است. زمینه اول بحث ذات الله متعال است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بخش دوم در ارتباط با صفات ذاتی او هست که تمام اون صفاتی که ما عنوان صفات نیکو به الله متعال نسبت میدیم منحصر به فرد هست. اگر خلق به طور نسبی تناسبی از رحمت دارند، الله ارحم الراحمین است. اگر انسان توان ایجاد کردن و به وجود آوردن رو در برخی از زمینه ها داره، الله احسن الخالقین هست. اگر انسان در مواردی امکانات معینی رو برای هم نوع خودش میتونه مهیا بکنه و فضیلت رو حاصل بکنه، الله متعال خیر الرازقین است. الله متعال خیر الرازقین است. اگر انسان رو الله متعال بهش توان داده که در زمینه های عدل و انصاف و حکم رو حکم عادلانه ای رو اجرا کنه، مانع اجحاف و ظلم بشه، الله احکم الحاکمین هست. الله احکم الحاکمین هست، یعنی که در هر زمینه ای منحصر به فرد هست. اگر صفات ما، صفات نیکوی ما که الله متعال ما داده یا ابزار به دست آوردن اونها رو برامون ایجاد کرده و در اختیارمون گذاشته، این صفات نیکو به هر شکل و به هر حدی رو ما داشته باشیم، باز هم این صفات نیکو در الله متعال منحصر به ذات و فرد او و در شایسته مقام او هست و هیچ موجودی با او مشارکت نداره. در این باب به طور مفصل انشاءالله به هر کدوم از اینها خواهیم پرداخت، ولی در این برنامه این نکته تأکید داشت باید بشه که وقتی که فرد بودن الله متعال رو چه با احد بودن و چه با واحد بودن و چه با وتر بودن رب ذوالجلال ما تعبیر میکنیم، یعنی که در هیچ صفتی شبیه به خودش رو، شبیه به او هیچ احدی نیست. در فعل هم به همین صورت، در افعال مشارکت انسان وجود داره، در خیلی از زمین ها وصف میشه به اون صفاتی که الله متعال وصف شده، ولی هیچگاه صفات مخلوق با صفات خالق شباهتی نداره. الله متعال خیلی از افعال رو به خودش نسبت داده و خیلی از افعال رو به مخلوق هم مشابه اون رو نسبت داده، ولی برای الله متعال اون صفت یا اون فعل طوری یا به نحوی تصور میشه که شایسته و مقام و جایگاه او هست، شایسته شأن او هست. و در ارتباط با بشر نسبتمون به همین صورت طوری هست که شایسته شأن بشر است. در نتیجه الله متعال واحد، احد و وتر است. اما آخرین نکته که در بحث وتر یا وتر بودن باید در نظر بگیریم این هست که
الله متعال همه موجودات رو، خلائق رو به صورت زوج خلق کرده. آیات متعددی وجود داره که زوج بودن خلائق رو برامون بیان میکنه. دو زوج بودن، جعل فیها زوجین اثنین، در زمین از هر چیزی دو زوج گذاشته. و این دو زوج در زمین خلق در همه زمینه ها ما مشاهده میکنیم. حتی در ماده هم این بحث زوج که به صورت بار منفی و مثبت تعریف میشه در فیزیک ما مشاهده میکنیم. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذکرون، ما از هر چیزی دو زوج آفریدیم تا اینکه شما این مطلب رو به درستی در ذهن بیاد داشته باشید. و من کل شیء خلقنا زوجین، بس زوجیت یا مزدوج بودن یا زوج بودن وابستگی موجودات رو و به همین صورت هماهنگی موجودات رو با هم میرسونه. ما چه از یک از هسته یک اتم در نظر بگیریم که این قضیه رو با خودش داره، دوباره مثبت منفی رو داره، چه در ارتباط با موجودات زندهی که انسان باشه یا حیوانات یا حتی پرندگان یا بقیه بگیم نباتات و گیاهان. همه اینها بحث خلقت و زوج بودن خلق، وابسته بودن بقاء خلق با وجود زوج ثابت شده است. بقای همه اینها در وجود زوجین است و در نمونش خود انسان است. اما الله متعال، الله یکتایی هست که بی همتایی هست. ولا تجعلوا مع الله اله آخر. جالب دقت کنید در این آیه به صورت زوج همه چی رو مطرح میکنه، سما ارض و سما بنینا و الارض فرشنا و من کل شیء خلقنا زوجین. پس به الله متعال بشتابید، به سمت اطاعت و عبودیت او برید. میدونید که نظام زوج در زندگیتون حیات شما رو در واقع رقم میزنه. اون کسی که این نظام رو گذاشت الله متعال هست. پس به سمت او بشتابید که من براتون یک هشدار دهنده ای هستم. ولا تجعلوا مع الله اله آخر، با الله متعال معبود دیگری رو قرار ندید، هیچ کسی رو بهش مقام الوهیت، مقام حکومت، ولایت، خلافت، حاجت روایی، مقامی که براش مناسم و مراسک عبادی رو انجام بدید قرار ندید. اینی لکم منه نذیر مبین، من براتون از جانب او هشدار دهنده آشکاری هستم، هشدار دهنده آشکاری هستم. این محور بحثمون هست که در حقیقت باید در شف بودن خلق در نظر بگیریم و در وتر یا وتر بودن الله متعال. الله متعال یکتایی بی همتایی هست که باید در هیچ زمینی با او احدی رو شریک قرار ندیم. و همه ما موجودات که خلق او هستیم، علاوه بر اون که مشابه، علاوه بر اون که مثل داریم، در یک نظامی از نظام زوجیت آفریده شدیم که در این ضمن این نظام وابستگیمون ثابت هست، نیازمندیمون به همدیگه ثابت هست و بقامون هم به این زوج بودن مرتبط هست. اما الوهیت الله متعال در یکتای او خلاصه میشه، در وتر بودن او. و باز هم متاسفانه سوال باقی موند که گفتیم این سوال رو با توجه به اینکه وقتم داره پایان پیدا میکنه برای برنامه آینده، در بخش دوم برای هفته آینده انشاءالله به این
سوال پاسخ خواهیم داد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.